به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و تاثیر آنها بر ساختار شخصیتی انسان. ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ترجمه: دوستان در آن روز، یعنی روز قیامت، دشمن یکدیگران جز پرهیزگاران. و گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. اما بعد، در حقیقت انسان به طبیعتش اجتماعی آفریده شده است، در مجتمع زندگی می کند، از مجتمع متاثر می شود و از طریق نشانه های شخصیش که از دیگران فرق می کند بر جامعه تاثیر می گذارد. بنابراین همنشینی و نزدیکی با دیگران بر فکر و رفتار انسان تاثیر روشن و فعال دارد، و این همنشینی سبب تحدید مسیر و خوشبختی او در دنیا و آخرت می باشد. و بدون تردید ما نیازمند شخصیتی برابر و مناسب هستیم که بزرگترین مفاهیم انسانی و عالی‌ترین درجه میهنی را دارا باشد، تا از ما نسلی به وجود بیاید که بسازد و خراب نکند و منفعت ملی و وطنی را بر هر منفعت دیگری مقدم بداند. و شریعت مقدس اسلام دستور می دهد تا شخصیت درستی ساخته شود، تا شخصیتی هوشیار و هدفمند بار بیاید و همه مخاطر زندگی را درک نماید و بتواند به خوبی بر مشکلات زندگی راه حل مناسب تعیین کند و از فتنه و فتنه انگیزی بپرهیزد، طوری که خداوند متعال می فرماید: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وعلموا ان الله شديد العقاب. و از فتنه بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بلکه همه را فرا می گیرد، و بدانید که الله سخت کفر است. همچنین شریعت توصیه می کند که باید انسان دارای شخصیت قوی و مطمئن و غیر متردد بوده باشد و حقیقت مفید را درک نماید و پیروی حق بوده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: روشن نباشید می گوییم اگر مردم به ما خوبی کردن با آنها خوبی می کنیم، و اگر در حق ما ظلم کردن در مقابلشان ظلم بدی می کنیم، ولی خود را ملی و وطنی کنید اگر مردم خوبی کردن شما نیز خوبی کنید، و اگر ستم کردن با آنها ستم نکنید. و بدون شک مهمترین امری که تأثیر آن در ساختار شخصیت انسان خیلی مهم است، دوستان و همصحبتان است. زیرا انسان از ناحیه فکر، اعتقاد، رفتار و کردار از همنشین خیش متاثر می شود و از او رنگ می گیرد. دلیل این امر شریعت، عقل، تجربه و واقعیت های دیده شده است. بنابراین همنشین نیکوکار در ساختار شخصیت مناسب انسان خیلی مهم است، چون در دین وطن و مجتمع و مفید است. این موضوعی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را بر آن ترتیب نموده است، که در مقدم آنها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار دارد که بهترین نمونه و زبان در کل در نیک صحبتی و همنشینی خوب و وفادار می باشد، طوری که اهالی مکه به او گفتن: همانا رفیق تو ادعا می کند که شب را تا بیت المقدس سیر نموده و سپس برگشته است. او با اعتماد و یقین کامل درباره رفیق خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمود: اگر چنین گفته باشد حتما راست گفته است، من او را بیشتر از این موضوع تصدیق می کنم، خبر او درباره آسمان را تصدیق می کنم. این موضوعی است که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در میانشان بر آن بودند و آنها بهترین پیشوا و الگو برای همنشینی نیک می باشد، طوری که همنشینی و دوستی آنها بر مبنای برادری، از خودگذری، انتماع، یک پارچگی و اتفاق کارکردهای مثبت و مفید و محبت مهربانی هستند. نعمان بن بشیر رضی الله عنه می فرماید:
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود نمونه و الگوی مسلمانان در محبت و مهربانی و عطوفتشان مانند نمونه یک جسد است. هرگاه یک عضو را روزگار به درد بیاورد، دیگر عضوهای این جسد واحد آرامش و قرار نمیگیرند. همچنین دوستان نیک در دنیا و آخرت دارای برکات و فضایل زیادی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید همانا خداوند متعال فرشتگان سیار و برتری دارد که و جستجوی مجالس ذکر و یاد خداوند هستند. وقت مجلسی را دریافتند که در آن یاد خدا اسبان ها می نشینند و برخیشان با برخی دیگرشان بالهای خیش را با هم می کنند، حتی که میان آنها و میان آسمان دنیا خالی گاهی نمی ماند. پس وقت مجالس ذکر پراکنده شد، آنها به سوی آسمان بلند می شوند. پس خداوند متعال از آنها می پرسد در حالی که داناتر آنها است، از کجا آمدید؟ می گویند از نزد بندگانت آمدیم که در زمین تسبیح تکبیر تحلیل و حمد و ثنای تو را می گویند و از تو می خواهند. فرمود از من چی می خواهند؟ می گویند بهشت تو را می خواهند. می فرماید آیا بهشت مرا دیدن؟ می گویند نه خیر ای پروردگار ما. می گوید پس چگونه خواهد بود اگر بهشت مرا ببینند؟ می گویند به تو پناه می برند. می فرماید از چی چیز به من پناه می برند؟ می فرماید از آتش جهنم. می فرماید آیا آتش جهنم مرا دیدن؟ می گویند نه خیر. می فرماید پس چگونه خواهد بود اگر آتش جهنم مرا ببینند؟ می گویند و از تو طلب مغفرت می کنند. بس می گوید پس راستی من آنها را بخشیدم و هر آنچه که می خواهند برایشان می دهم و از آنچه پناه بردن پناهشان می دهم. می گویند در میان آنان فلان بنده گناهگار است، وقتی از راهی می گذشت همراه آنها نشست است. می فرماید او را هم بخشیدم. آنها کسانی هستند که هم نشینشان بدبخت نمی شود. و برخی از فواید هم نشین نیکی این است که آنها سبب محبت و دوستی خداوند و داخل شدن بهش می شود. نبی هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند مرد خاص یکی از برادرانش را زیارت نمایند که در قریه دیگری بود. پس خداوند متعال فرشته ای را در راه او موظف می کند. وقتی نزد او آمد از او می پرسد می خواهی کجا بروی؟ می گوید می خواهم نزد برادرم که در این قریه هست بروم. می گوید آیا نزد او مالی داری؟ می خواهی آن را به دست بیاوری؟ می گوید نه خیر، بلکه خود او را برای خداوند متعال دوست دارم. فرشته می گوید من فرستاده خدا به سوی تو هستم تا خبر بدهم که خداوند چنانچه که تو برادرت را دوست داری تو را دوست می دارد. همچنین هم نشینی خوب سبب برانگیخته شدن بانها در روز قیامت می شود. انس پسر مالک رضی الله عنه می گوید مردی از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره قیامت پرسید که چه وقت واقع می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود برای قیامت چه آمادگی داری؟ فرمود هیچ چیزی مگر که من خدا و پیامبرش را دوست می دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود تو با کسی حشر می شوی که او را دوست داری؟ انس رضی الله عنه می فرماید به هیچ چیزی با اندازه این فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله که تو با کسی حشر می شوی که او را دوست می داری خوشحال نشده بودم. انس رضی الله عنه می گوید پس من پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما را دوست دارم و امیدوار هستم که توسط دوست داشتنم با آنها بوده باشم، اگرچه مانند آنها عمل نیک انجام ندهم. و خداوند به امام شافعی رضی الله عنه خیر زیاد نصیب نماید. چون می فرماید نیکوکاران را دوست می دارم اگرچه از جمله آنها نباشم که تا شاید شفاعت آنها را به دست بیاورم. از کسی نفرت دارم که تجارتش معاصی و گناه است، اگرچه ما با آنها در متاع تجارت برابر باشیم. همین جور برخی از فواید هم نشینی نیک این است که باعث یاد و ذکر خداوند می شود و خوبی دنیا و آخرت را بار می آورد. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید کدام هم نشینی ما بهتر است؟ فرمود آنی که شما را به یاد و دیدار خداوند می اندازد و بر علم شما منطق می افزاید و شما را به یاد آخرت می آورد. هم نشین خوب آینه برادرش از هم نشی همیشه او را به انجام کار نیک تشویق می کند و از انجام کار بد بازش می دارد و آنچه را به او دوست می دارد که برای خودش دوست می دارد. خداوند متعال می فرماید و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سوگن به عصری که انسان در خسران و زیان است مگر کسانی که ایمان آوردن، کارهای شایسته انجام دادن
و یک دیگر را به حق سفارش نموده و یک دیگر را به صبر سفارش کردن. از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود برادرت را اگر ظالم است یا مظلوم کمک کن. گفتم ای رسول خدا، اگر مظلوم باشد کمکش میکنم و اگر ظالم باشد چگونه کمکش نمایم؟ فرمود از ظلم کردن او را باز بدار، این کمک تو برای او است. این امری است که هم نشین نیک وقت رفیق خود را در بیراهی و بیروی شیطان و پیروی شیطان ببیند تطبیق میکند، پس او را نصیحت میکند و برایش حقیقت را بیان مینماید و توصیهش میکند تا کاری را انجام بدهد که برایش مفید است. و از عواقب دوری خداوند هشدارش میدهد. خداوند متعال در این باره فرموده که ترجمه آن زیر می باشد: دوست وی در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت آیا با آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را مرد کامل قرار داد کافر شدی؟ لیکن می گویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمی دهم. چرا هنگامی که به باغ خویش وارد شدی نگفتی ماشاءالله نیرو و قوت جز از ناحیه الله نیست؟ مگر اگر مرا از نظر مال و فرزند کمتر از خود ببینی پس امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و بر باغ تو آفتی از آسمان فرو فرستد تا به زمین بیگاه لغزنده تبدیل گردد یا آبی آن در عمق زمین فرو رفته تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری. سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه‌هایش را در بر گرفت و نابود شد و او به خاطر هزینه‌هایی که صرف آن کرده بود پیوسته دست‌هایش را به هم می‌مالید در حالی که داری بست‌های آن فرو ریخته بود و می گفت ای کاش کسی را شریکی پروردگارم قرار نداده بودم. خداوند به شاعر خیر زده نصیب کند چنین می فرماید همانا برادر واقعی تو کسی است که با تو باشد، کسی که برای جلب منفعت تو به خود ضرر می رساند، کسی که هرگاه زمانه تو را دچار مشکلات سخت در آن وقت خود را از هم می پاشد تا تو را جمع کند. و همان طوری که هم نشین خوب تاثیر نیک در دنیا و آخرت انسان دارد، همچنان هم نشین بد نیز در ساختار شخصیت بد و زشت و منحرف انسان تاثیر بسزایی دارد. بنابراین در دنیا و آخرت ضرر آن بزرگ و مفاسد آن وخیم است، چون هم نشین بد ارزش های متعالی را نابود می کند و اخلاق نیک را از بین می برد و نوجوانان و جوانان را فاسد می سازد، مسیر کار و زحمت را متوقف می کند، شایعات را ترویج و گمراهی فتنه را منتشر می سازد. پس رفیق بد کوشش می کند تا رفیق خود را با عقاید فاسد و افکار و ویرانگر گمراه بسازد. قرآن کریم برای ما دورنمایی واضح از دوست بد بیان نموده است، طوری که می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد: پس آنها سوال کنند، رو به یک دیگر کنند، یکی از آنها گویند براستی من در دنیا هم نشینی داشتم که پیوسته می گفت آیا واقعا تو از باور کنندگان باعث و قیامت هستی؟ آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوانهای پوسیده شدیم زنده می شویم؟ او به دوستان بهشتیش گوید آیا شما می توانید به دوزخیان بگید و از نیک از هزار شدگان دوزخ و همچنان عذاب نخواهیم شد؟ بیگمان این همان کامیابی بزرگی است. عمل کنندگان باید برای چنین پاداش عمل کنند. و همچنین همنشینی بد باعث ویرانی و ظلم بر نفس و دیگران می شود و خطرناکترین آنها همان است که تلاش نماید تا تو را برای گروه های ویرانگر گمراه منحرف بکشاند که آنها به سوی تخریب و ویرانی و فساد زمین دعوتت نمایند. و کسی که تلاش می کند تا تو را با گفتار و کردار برای اعتیاد و مواد مخدر ببرد، زیرا اینها کسانی هستند که انسان را برای هلاکت و غضب خداوند در دنیا و آخرت می برند. ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است. گواهی می دهم که نیز معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، بر همه ایمان واجب است از دوستی انسان‌های بد و زشت بپرهیزیم و با آنها در نیامیزیم. خداوند متعال می فرماید وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
و مسلمان الله در قرآن این حکم را بر شما نازل کرده که چون شنیدید افراد آیات الله را انکار میکند و آن را برشخن میگیرند با آنان ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند و اگر با آنان بنشینید در این صورت قدان شما نیز هم مانند آنها خواهیم بود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید انسان بر دین دوست و رفیق خود می باشد، پس باید هر یکی از شما متوجه بوده باشد که چی کسی را دوست خود انتخاب می کند. و همچنین می فرماید جز با مؤمن دوستی مکن و نباید غذای تو را جز انسان پرهیزگار بخورد. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید انسان ها را از دوستانشان بشناسید، چون انسان کسی را دوست خود انتخاب می کند که او را دوست دارد و از او در شگفت است. خداوند به شاعر خیر بدهد، چون می فرماید وقتی در میان مردم بودی بهترین آنها را به دوستی انتخاب کن، پست و ذلیل آنها را دوست مگیر تا مبادا به ذلیل تو هم ذلیل شوی. ما بر این تاکید می کنیم که ساختار شخصیت از طریق هم نشین مسئولیت مشترک جامعه است. باید همه مجتمع بر آن توجه داشته باشد و باید همگان بزرگی این مسئولیت را درک نمایند. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید همه شما به مثابه چوپان هستید و مسئول از رعیتتان پادشاه چوپان و مسئول رعیت خود است. مرد چوپان خانواده و مسئول آنها است و زن چوپان خانواده و مسئول رعیت خود است و خادم چوپان مال بادار خود و مسئول از رعیت خود می باشد. پس باید به تربیت فرزندان و نوجوانان از طریق خانواده و مدرسه و مسجد و همه نهادهای تربیتی و فکری و رسانه مجتمع از ابتدا توجه نماییم و با هم تلاش کنیم تا نوجوانان را از واقع شدن در فکر و اندیشه تندروی متاثر شدن از گروه های ویرانگر فریبکار محسوس بداریم و کوشش کنیم تا در ذهن و فکر نوجوانان ملی گرایی و وطن دوستی ایجاد گیرد. پس تربیت و رقابت فرزندان و جوانان ما و اشتراک با آنها در انتخاب دوست و همنشین امانت بزرگ و مسئولیت خطیر به دوش همه ما است. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید همانا خداوند متعال از همه رعی ها و چوپانان می پرسد آیا رعیت خود را حفظ کرده یا زای سخت است. حتی که مردی از اهل بیت خود مسئول می باشد و پرسیده می شود باری خدایا برای ما دوستان نیک نصیب نما و فواید آن را برای ما متحقق بساز.